استوری لایو امشب ما در مورد حسادت هست. حسادت یک حس طبیعی و یک مکانیسم حمایتی در انسانه که وقتی بود اون در معرض خطر نبود قرار میگیره در اون ایجاد میشه. خب حالا من منتظر میشم تا زیبا به لایو بیاد و ما بتونیم در مورد این بحثی که برای خود من خیلی جالبه، چرا که همیشه حسادت رو خیلی تقبیح کردن توی فرهنگ ما و همه فرهنگ ها، بنابراین من فکر کنم حسیه که خیلی زیاد سرکوب شده. از این خاطر خودم خیلی برای این استوری لایو ویژه اشتیاق داشتم. حالا زیبا اومده و من ادش میکنم به آفرین، خیلی خوبه که خودت شروع کردی. منم یه دفعه یادم افتاد که لایف داره انقدر که برای کتابا و این چیزا مشغول بودم. خیلی خوب، چه بحث جالبی، و همیشه هم خودت شروع کن همینطور، خیلی خوبه، پست جالبی هم داشتی، من میشنوم. خب من میخوام یه بار دیگه استوری لایو رو، البته در اولش خوندم ولی خب یه بار دیگه حالا من میگم که بحثی که میخوایم بکنیم با این تیتر هستش که حسادت یک حس طبیعی و یک مکانیسم حمایتی در انسانه که وقتی که بود اون در معرض خطر نبود قرار میگیره در آدم ایجاد میشه. خب تجربه خودتو بگو. امروز یه پستای در مورد حسادت گذاشتی، گربه وایستاده داره نگاه میکنه. خب آره، ببین دقیقا این مسئله حسادت، خب این چند روزه خیلی صحبتش بود، یعنی از موقعی که حالا لیلا یه مشاوره از شما خواسته بود و جالب بود که وقتی بچه ها این صحبت ها رو میکردن که حالا به نوعی ما به سحر حسادت میکنیم مثلا به خاطر توجهی که شما داری بهش، این مسئله یه وقتا فکر میکنن اگه کسی در معرض حسادت قرار بگیره خیلی خوش به حالشه، خب در صورتی که این مسئله یه انرژی خیلی منفی و بدی رو به سمت من آورده بود و خیلی بر من آزاردهنده شده بود. و وقتی هم که زیبا فوزان که دیشبم لایف داشت، وقتی که دیگه اونم اومد اینو مطرح کرد و حتی به خاطرش اومد توی گروه، البته خوب بودا به خاطر حسادت خودش کارای مثبتی کرد، ولی از این طرف یه اثر بد و منفی بر من داشت، یعنی طوری که من اصلا احساس میکردم که خیلی زودرنج شدم نسبت به این بچه ها و نمیتونم کامنت های بچه ها رو خیلی تحمل بکنم، عکس العمل های من خیلی زیاد شده، حساس شدم من هم و به نوعی منم انگار اون حسادت به منم منتقل شده بود و داشتم فیدبک شما منم نشون میدادم با رفتارم. خب اول اینکه کلن این احساسای منفی، به اصطلاح منفی، مثل بازم اینجا نشستم این موقع خیلی غروب قشنگ داره دیده میشه، آفتاب خیلی منظرش قشنگ. خب وقتی که این احساسایی که به اصطلاح منفی هستن همیشه تو فرهنگ ما کوبیده شده، حسود نباش، ترسو نباش، اکنس نباش، منتقم نباش، چرا انتقام چرا میخوای بگیری؟ انتقام که لذتی که در افس در انتقام نیست، و و و و و و تمام این احساسایی که مثلا شما حسای منفی ما خیلی خیلی زیاده، ولی همین حسای منفی به ما تعلق دارن و اگه ما اینا رو بشناسیم، اینا در واقع احساسات یعنی مکانیسم های حمایتی ما هستن.
اگر موقعی که تو از یه چیزی میترسی، این یه آلارمه، آلارمه که تو هوشیارتر باشی، بشناسی، دقیقتر باشی، نگران میشی، یک آلارمه. خب ولی در همون مسئله موندن یا این که مثلا بخوای که تو این آلارم ها رو مثلا طوری چون من میترسم حلش نکنی، خب این یه چیز مزمنی میشه، در حالی که این به عنوان یه چیزیه که تو به تو میگه که دقیق تر نگاه کن در مسیر حرکتت. حالا برگردیم به حسادت. حسادت اتفاقا بسیار بسیار حس خوبیه و همونطور که گفتی یه بودی وقتی به نبودی تبدیل میشه، این مکانیزم ایجاد میشه. شما احساس میکنی که من الان مثلا یه غذایی مثلا میخوام بخورم، یه غذایی هست ولی این غذا داره به کس دیگه داده میشه ولی به من کم داده میشه و من اون چیزی رو که باید بگیرم در مقایسه با فرد دیگه، این بود من داره کمبود میشه یا این بود من داره به خطر میفته. وقتی این مسئله میشه، این آلارم در وجود ما به وجود میاد، یعنی سیگنال ها زده میشه. یا مثلا فرض کنی یک مردی با یه زن دیگه نگاه میکنه، با یه زن دیگه ارتباط برقرار میکنه، زنی که بود و هستی خودش رو در اون رابطه با مرد میبینه، بعد این مکانیزم دوباره تحریک میشه تو وجودش. بعد چرا؟ بشناسیم این مکانیزم رو. احساس میکنه که من الان با این مردی که زندگی من بر مبنای اون هست، بیس حیات من، بقای من با اون هست، الان با وجود زن دیگه داره به خطر میفته. خب پس فی نفسه این آلار، این مکانیزم اشتباه نیست. این کسی که یه دفعه میگه چرا به سحر این حرفو زدی، من چرا همیشه بهشون گفتم که این حسادت، خوشحال باش که این حس در تو ایجاد شده، چون باعث میشه که تو با این آلارم هوشیارتر برخورد کنی و بری جلو و اون بود خودت رو تقویت کنی. همون مسئله در رابطه با زیبا پیش اومد که اومد تو گروه ما، گفت من وقتی که سحر یه پست گذاشته بود، من اصلا اون پست تو رو ندیده بودم که مثلا در رابطه با تولد تو فلان اون کیک و اینا رو گذاشته بودی، بعد یه نمیدونم یه کاری داشتم اومدم توی پیجتون، نمیدونم یه استوری یه چیزی، یه دفعه اون پست رو دیدم، بعدش دیگه آها بعدم یه پیامی رو تو توی پی وی به من دادی. خب نه فکر میکنم اون پیامتم تو پسته بود و شما رو منشنم کرده بودم، شاید اون منشن متوجه شد. منظورم اینه که چقدر این براش مهم بوده زیبا که رفته بود حتی اینو نگاه کرده بود و گفته بود زیبایی که زیبا ناوکی که به تولد و ریاکشن نشون نمیده، میخوام ببینم به سحر چجوری نشون چه برخوردی میکنه سر این مسئله. و تا دیده بود حتی اون کلمه خیلی خیلی خودجوش من که دفعه نوشته بودم تولدت مبارک، من دفعه گفته زیبا چرا به این گفته، چرا به من نگفته. بعد اومد به واسطه این حسی که در وجودش به وجود اومده بود، اومد گفت من میخوام عکسم رو بذارم، من میخوام اسم خودم رو بذارم، من میخوام بیام توی گروه، من میخوام لایف بذارم، من میخوام چی؟ پس من میخوام به زیبا نزدیکتر بشم. پس این خیلی خوب شد، پس این خیلی خوب شد. حالا این مکانیسم ما در هر جایی بشناسیم، من در رابطه با این مسئله کلن یه بار اصلا لایو مشخص گذاشتم، یه چند بارم صحبت تو این زمینه کردم، این احساسات منفی ما چقدر میتونه سازنده باشه، منتها کجا اینو مخربن، کجا هم تخریبی برای خود ما هستن و هم برای محیط اطراف ما.
اونجایی که ما شعورمندانه برخورد نمی کنیم. مثلا فرض کن که یک حیوانی سر یک غذایی که میبینه میبینه که ممکنه یه حیوان دیگه بیاد بلند میشه جنگی چیز میکنه. البته ما از حیوان ها بدتریم، ما جنگی که را میدازیم، آقا تو چرا اومدی این مرز این بر، تو چرا اومدی اون بر، ما آذربایجانیم تو ارمنی هستی، تو ما مسلمانیم تو یهودی هستی، تو فلان 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 فلان. این جنگ ها این چیزها وجود داره. خب بذار یه ذره نور رو زیاد کنم، نه احساس بکنم که یه نورش چه ذره چه. حالا این برخورد چی؟ یه چه جالب، اونجا هنوز آفتاب هست. آره آفتابش هم خیلی قشنگه. بذار اون غروبه رو من نشون بدم، غروبه داره میره، البته یه نیم ساعت دیگه خیلی قشنگتر میشه. رای 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 خیلی قشنگه نه؟ حالا یکم دیگه چیز میشه. آره یه سری ببینین لذت ببرین. حالا نوشته هیچ زنی نمیتونه چند تا شوهر بکنه، ما کردیم و شد. حالا یکی اومده بود که بلش کنیم، حالا یکی که دیگه یادم افتاد بلش کنیم. حالا بحث از حسادت نکشونیم به چیز دیگه. بذار حالا نور پشت بهتر شد، یه چیزی اینجا نمیدونم سرخ کرده. آره یه دفعه اومدم توی لایف نتونستم که طبق معمولی که بود و اینا یه روژی برای بچه ها بزن بهتر، البته بعدش سری باید یه پرتقال میکردم پوستش رو میزدم میرم حالا پرتقال رو همینطور بخورم. برحال اینه دارم میگم که شعورمندانه برخورد کردن چقدر به این چیز خوب. من وقتی اینو میبینم میگم خب من الان یه بود من به نبود تبدیل شده، آیا چیکار میخوام بکنم؟ آیا بیام طرف مقابلم هم نبودش کنم؟ خب این سیکل اون موقع معیوب میشه. پس من چک اینجا شعورمندانه برخورد کردن هستش که آیا مثلا فرض کنی یک زنی که الان احساس میکنه با ورود یک زن دیگه تو زندگیش تو زندگی یا مثلا این ممکنه به هم بخوره، بیاد بشینه با خودش فکر کنه این مکانیسم حسادت که اومده به جای اینکه بلند شه بره اون زن رو بزنه. دیدی تو خیابون چقدر اینقدر، تو عمرم هیچ وقت چنین کاری من نکردم، تو همچی اصلا اینقدر برای من همیشه مسخره من برم چرا به شوهر من نگاه کرد، چرا به شوهر من اینجوری کردی، چرا نمیدونم فلان کردی، چرا بابا این شوهره رفته حالا با اون چه. خیلی مسخره، خیلی مسخره. یعنی احساس میکنم واقعا اون انسانیت یا اون شعور خودم رو زیر سوال بردم با یه همچین برخوردی. خب من اونجا یه چیز رو نمیدونم، الان یه غذایی از من کم شده خب و داده شده به کسی دیگه، یه پولی از من قطعی چیز شده، یه فرقی بین من گذاشته شده بین من و کارمند دیگه بین فلان. حالا من بلند شم بیام برم اون عاملی که این اتفاق شده مثلا اون پسره رو بیام اونو چیز کنم، اون یه پسر دیگه ای که برادرم هم که اینجوری هست، مثلا من بیام برم مثلا به اون بزنم چرا به تو بیشتر محبت شده، چرا به تو بیشتر فرق شده. خب اینجا چیکار میتونیم بکنیم، چیکار میتونیم بکنیم که به یک راه حل درستی برسیم که هم اون مکانیسم آروم بشه، اون حس ما به یه جای درستی برسه و هم اون فرد تخریب نشه و هم همزیستی با نشاط و همزیستی اجتماعی درست خودمون رو به سمت بهتر شدن پیش ببریم نه بدتر شد. خب وقتی این رو تو ذهنت میاری این احساسات چقدر قشنگ میشه، این آلارما چقدر جالب میشه. خب حالا راه حل چیه؟ میشینی فکر میکنی
تفاوت برخورد بلافصل با تفکر و قدرت شعور انسان اینجا میشه. یکی بهت مثلا فرض کن نگاه کرد، برم آره ماشینشو خراب کنم، برم نفرینش کنم، برم نمیدونم الهی تو فلان بشی، برم بزنمش، برم نمیدونم بکشمش. قتلای ناموسی، قتلای مختلف، کشت و کشتارها سر تمام این چیزها، نمیدونم آسیبهای مالی، آسیبهای فلان. حالا جامعه مدنی یک قدم جلوتره، جامعه مدنی یک کم شعورمندانه کرده این مسئله رو، میاد میگه که شما اجازه نداری مثلا فرض کن کسی که با تو این برخوردو کرده بلنشی بری مثلا بکشیش، اینو شما باید بیاید به یک مراجع قانونی مراجعه کنید و شکایت کنید تا ما بهش برسیم. خب این یه آلترناتیو بهتری هست مثلا فرض کن در مقابل اون زنی که یه همچین مسئله میگه آره منم حالا میرم مثلا مهریم رو به اجرا میذارم. باز یک کوچولو شعورمندانه تر از اون برخوردهای تعرضی است، اون برخوردهای بلافصل بروتال و خشن تخریبی است. خب شما اینجا اینم تخریبیه ها، اما یه کوچولو یه قدم از اون چستر، چون به خودش فرصت میده به یک مراجع مراجعه میکنه تا بتونه این حس خودش، این مسئله، این چیزی که به نبود تبدیل شده، بودی که به نبود تبدیل شده رو با این جبران کنه. خب حالا این یه مدار، این تفاوت جامعه مدنی میشه با جامعه بدوی. جامعه های بدنی، بدوی چی بود؟ مثلا دیگه جنگ قبیله ای، نمیدونم اینو فلان کن فلان کن. اینجا مثلا شروع میکنن جامعه و مجامع ما مثلا حقوق بشر، نمیدونم فلان بهمان اینا، ولی خب با این حال جامعه جهان ما چیه؟ یه جهان بسیار بسیار مزخرف و خیلی نارسایی ها، ناهنجاری ها و همه اینها که از این مسئله عدم اون قدرت شورمندان برخورد کردن به این مسئله. و اینا کدم چقدر خوشگله. مرسی. من چشم میزنم اذیت میشه، در میارم اذیت میشه، به خاطر همینه که چیز میکنم. این عادت میکنی، اینو بهتم حتما اونا گفتم، این عادت میکنی دیدم تا چشم، چون یه چیز جدیده دیگه، یه چیز جدید امروز گرفتی دیگه. بله. بعدش دیگه تا این چیز بشه اصلا حتی صورتت، بدنت، نمیدونم چشمت به این چیزها، این مکانیسم تطبیق پذیری انسان هم تو این رابطه بهت کمک خواهد کرد. خب حالا بریم سر این مسئله که این استوری در واقع یه اولین نقطه آغاز در رابطه با این مسئله این استش که ما این حس منفی خودمون رو نکوبیم، سرزنش نکنیم، بگیم من حسودم و به من تعلق داره حسادت، من کنس هستم به من تعلق داره، یه جایی من شخصا خودم حاضر نیستم یه سنت بدم. نگاه میکنم میبینم اونجا اتفاقا در اونجا این مسئله درسته برای خودم، و حالا من تو این رابطه با دیگران چه برخوردی باید بکنم؟ یک جا مثلا همین حسای انتقام، انتقام هم همینطوره. شما میایید اون چیزی که برای شما نبود شده جایگزینش بکنید، منتهای پل ارتباطی تبدیل نبود به بود هستش که شورمندانه بودن و تفاوت انسانها رو با هم نشون میده. پس جنبندیش این میشه، وهله اول تمام این مکانیسم های حمایتی بدن و احساسات منفی خودمون رو اکسپت کنیم، قبولش کنیم، اینا رو جزی از طبیعت وجودی خودمون بدونیم. دوم، برای اینکه انسان، یه انسان قدرت شعور، قدرت انتزاع، تجرید و دخیل کردن
اراده فردی خودش رو، توانایی های زیادی رو داره، به واسطه اون ذهن خودش، ذهنیت و شعور خودش میتونه راه حل هایی رو پیدا بکنه که این رو به در جهت ارتقای جامعه و خودش و محیط اطرافش پیش ببره. نقطه سوم، برای اینکه به این آلترناتیو برسیم باید خلاق باشیم. بله، اول به خودتون بگی خب من ندارم این راهو، میشینم فکر میکنم، یا از یه کسی که مثلا میدونم که یه فردیه که احساس میکنم تو این رابطه برخورداش متعادل منطقی اصولی تره، ازش راه حل میپرسم. خیلی از دوستای من میان میگن زیبا ما فلان کس به ما فوش داده، منو اینقدر آزار داده، منو فلان کرده، 3 روزه نمیتونم بخوابم، چیکار کنم اینا؟ که اوکی باش، نمیگم ولش کن این اون، میگم اوکی، میخوای در این رابطه یه راه حلی پیدا کنی، میشینیم فکر میکنیم نسبت به شرایط تو و راه حلی رو پیدا میکنیم که هم بتونیم دفاع کنیم. اگر من ماشین کسی رو خراب میکنم، اگر میرم یه آدمی رو میکشم، اگر میرم متقابلا مثلا فرض کن طرف رو زخمی میکنم، اگر میرم نمیدونم تو نمیدونم چایش نمیدونم چی میریزم، سم میریزم، فلان میکنم، هر تمام این چیزای تخریبی اینا رو انجام میدم، چیزاییه که تو نمیتونی ازش دفاع کنی، پس هم به ضرر خودت شده، هم بر ضرر اون شده. پس ما باید به آلترناتیوی برسیم که فردا بگم که من هم، و این خیلی هنر بزرگیه، هم من تونستم انتقامم رو بگیرم، هم تونستم خودم رو آروم بکنم، و هم تونستم با این شکل انتقامم و بروز حسادتم و راه حل برای همون طرف مقابل رو در سمت حرکت بهتر در راستای همزیستی پیش ببرم. این یه جنبندی خود من احساس کردم که توی این جور شرایطی خوبه که بیام حسمو بیان بکنم و بگم که اصلا من این مسئله حسادت رو دارم و اینو هرچند سخته ولی خب اینو یه جای قدرتی دیدم و گفتم که وقتی که آدم اینو بیانش بکنه بالاخره به یه نتیجه میرسه، حالا هر چی که باشه، ولی از این حالتی که آزاردهنده در درون خود من بخواد بمونه خیلی بهتره، حتی اگر که نتیجهش اونی نباشه که مطابق میل منه. این کارت خیلی خوبه، اگر لایو که سیف میکنی بعد نگاه کنی چند مرحله من گفتم و تو مرحله اول رو انجام میدی، یعنی وقتی که اکسپت میکنی و خودت رو سرزنش نمیکنی که خب من چرا حسودم، من چرا فلانم، من حال نباید باشم، فلانم که خوب حسودم، حسادتم رو نشون میدم، خوب شد بیان کردم و من هنوز کاری اقدامی در رابطه با عمل برای یه چیز نکردم، بلکه فعلا بیانش کردم. هیچ کسی نمیتونه به واسطه این که تو بیان کردی احساسات منفی خودت رو، من میترسم، ممکنه یکی بگن ای چقدر ترسویی تو، ای میترسی تو، فلانی بهمانی، بله اینه، تو حسودی، تو واقعا حسودی میکنی، کمان که من وقتی اولی بار توی جمع خانوادگیمون با شوهر خواهرم و خواهرم و برادر خواهرزادم بود، خب همه باید خاله باید بچهش و خواهرزادش رو دوست داشته باشه دیگه، من یه دفعه دیدم من حسادت دارم، حس حسادت دارم، برگشتم گفتم که خب من احساس میکنم احساس حسادت دارم نسبت به ویژاک. وقتی اینو گفتم اصلا حتی همین بیان این مسئله ها مرحله سنگینیه، خب بعد یه دفعه خواهرم اینجوری نگاه کرد، تو خالشی به خواهرزادت حسادت میکنی؟ گفتم مورد یه حسه دیگه، چیکار کنم، هست دیگه، هست یه حسه، خب بعد اون یکی شوهر خواهرم اونجوری به اون نگاه کرد، اصلا براشون مثلا انگار یه چیز عجیب غریبی شنیده بودم، گفتم واقعیت داریم، من این احساسو که اونم قشنگ توی کاسه ما گذاشت برگشت، تو باید بپذیری که هرگز عضو خانواده ما نمیشی. ببین
این مسئله، این بیان من یه ریاکشنی از جامعه رو به من داد. اگه من به خودم میمدم گفتم بای خواهرزادمه نباید من حسادت کنم، نه درست بود، این ساپرس میکردم. این مثل این پیستونی که ای اینجوری میزنه میزنه میزنه، یه زمانی میزنه بیرون. بسکویت توش خورد شد. یکی دیگه. ولی چی شد؟ فیدبک اجتماع رو که دیدم با بیان این مسئله، اون مرغ و اون پرنده در قفس درونم رو بیرون گذاشتم. بعد این میاد که بیرون، بازتابه رو که میبینه، خب برخورده، جاج، قضاوت های آدم ها، نظرات آدم ها، این رفلکس برمیگرده با آدم، واقعیت عینی تر میشه برای تو. برای من واقعیت تلخی بود جمله ای که خواهر شوهرم گفت، اما باعث چی شد؟ باعث این شد شوهر خواهر باعث چی شد؟ باعث این شد که من تغییر بدم. من که اصلا آره رفتم یه دنبال این مسئله که با یه خانواده پیدا کنم، از اینجا برم بیرون. وقتی منو به عنوان یه چیزی، سوالم همین بود که شما وقتی که این حستو بیان کردی و واکنش اونا رو دیدی، چه برنامه ترتیب دادی برای اینکه بخوای مثلا اون حالت خودتو چیز، چون اونا که نخواستن کاری بکنن برای برطرف خب کردن این حس. من با بیان این وقتی بازها رو دیدم، میخوام بگم که چقدر این مرحله به مرحلهش خوبه. همین با بیان همون حسادت، یه واقعیت تلخی رو برای من مشخص شد که اون واقعیت وجود داشت ولی من نمیدیدمش، پس عینی تر شد برام. این عینیت، آگاهی همیشه پاور، قدرت این هستش. وقتی این رو دیدم تونستم بهتر تصمیم بگیرم. شما وقتی مثلا آب و هوا رو میبینید، نمیدونم فلان اینا، بهتر میتونید، میخوایی مسافرت بری، وقتی شناخت پیدا میکنی که خب 2 ساعت دیگه این طوفان میاد، هوا اینجوریه، بارون میاد، فلان میاد، خودت رو مجهزتر میکنی. آگاهی قدرته. چی میگن؟ knowledge is power. خب is gold. خب اینا، این مسئله هستش که باعث شد که من تغییر بدم. خب این حسادت هم بیان کردم، موقعیت رو متوجه شدم، بعد فهمیدم که جایگاه من چیه. خب من اون جایگاه رو تغییر دادم. وقتی که مثلا من یه جایی، وقتی یا همین حرف مادر من زد به من، گفتم بله من فرق میذارم بین تو و خواهرای دیگه. خب من اون موقع اوایل مثلا برام ناراحت کننده بود که چرا مامانم فرق بین من و چیز فرق میذاره. بعد یه روزی که گفتم که خب البته، یعنی درد میکشتم، ناراحت میشدم، ولی اینقدر که الان بیان میکنم، اون موقع بیان نمیکردم، ولی یه موقعی که مثلا به هر حال با مامانم خودم فرق داری برای من، برای من فرق داری. من کاری که سهیلا میکنه برای من تو نمیکنی. معلومه که من طرف اونو میگیرم. خب من کارهای سهیلا رو مقایسه کردم، خودم رو مقایسه کردم، موقعیتم رو دیدم، همه اینا رو گذاشتم. خب بیمدار حقم دادم، گفتم خب وقت داری برو دیگه. تنظیم شدم با این مسئله، بیان این حسادت، بیان این مسئله وهله اول، قبل از اینکه چرا برای من فرق میذاری، منم دخترتم، من این مناسباتو که قبول نداشتم، ولی من رنج خودم رو گفتم، ناراحتی خودم رو گفتم. من حتی یه زمانی که متوجه شدم که اینا قشنگ، این جمله‌ای که من خیلی وقت تو لایبم گفتم که خط کشیدن روی من،
خب خیلی سنگین بود. حتی اون کلمه آلمانی، هر وقت من این کلمه رو میشنوم یاد اون جمله، اون صحنه میافتم که مثلا اصلا کلمه ابگشریبن، ابشرایبن یعنی پاک کردن، برای من با اون اتفاقی که تو زندگی من افتاد و بیانی که ینس، اون رازی که در حرفی که در رابطه با باز و شوهر خواهرم بهمن مطرح کرد، خب خیلی زخم بزرگی بود ولی واقعی شد. خب بیان شد مرحله اول. حالا برگردیم به اون حسادت. معلومه من حسادت میکردم. این حسادت من جایگاه خودش رو پیدا کرد، موقعیتش رو پیدا کرد. بعد من گفتم خب حالا چیکار کنم؟ آیا برم چی خدات کنم، بگم مامان چرا منو به دنیا آوردی، بابا آجان نمیدونم منو چی، منم دخترتم، ترحم بخوام، فرق چیز بخوام از این مناسبات؟ دیدم نه نمیخوره. اومدم شعورمندانه در این رابطه برخورد کردم، گفتم نمیخوام، نمیخوام این مناسباتو. خب مال اونا، دختری مال اونا، پدری مال اونا، این جور چیز، این مناسبات رو نمیخوام بپذیرم. ترجیح رنج من کم شد، پس حسادت من به من کمک کرد. برخورد شعورمندانه تو این رابطه، نشستم فکر کردم به همه اینا، تعقل، منطق، حرف اون، برخورد اون، آیا این مناسبات اصالت دارم، سبک سنگین کردم، جایگاه همو تنظیم کرد. خب حالا میرم بعد مثلا امروز ناصر به من زنگ زد، ناصر دادره وکالت، گفته وکالت رو بده به اون برادره. خب گفته وکالت رو بده به اون، وکالت تو. بعد اومد گفت زیبا من الان این، گفتم چند سال پیش من بهت گفتم که اصلا ببخششون به چند میلیون بده. بعد گفت زیبا به من اینو بگو چیکار کنم، خیلی ناراحتم. گفتم اصلا همه رو بده بهشون، من نظرم رو دادم. بعد حتی به جایی رسید گفتش که من میخوام مثلا، گفتم بده بهشون دیگه، تو چی دنبال ارث پدری؟ ارث پدری؟ اصلا ارث چیه؟ اصلا ارث چیه؟ این مناسبات، این چیز آخه. گفتم ببین مثلا، اصلا یه صحبت هایی کم کنم، اگه از من نظر خواهی میکنی، نه میخوای بری از وکلا، از نمیدونم قوانین فلان، برو از اونا نظر خواهی کن، اونا بهت میگن حق تو اینه، حق تو به عنوان پسر اینه، حق اینا رو هم بشنون. من اونا رو هم شنیدم، به من برگشتن گفتن تو دختر مثلا آقای نوبری هستی، هر جور باشه مثلا این سر. گفتم اصلا هر جور باشه نمیخوام، من نمیخوام، من تو ذهن خودم نمیخوام، مثلا دختری ایشکی نیستم، نمیخوام دختری ایش کسی باشه. برداشتن، گرفتن، خوردن، هر کاری کردن، من دیگه حس حسادتی ندارم. ببین میخوام بگم مرحله اول بیان، مرحله دو و بعد اومدم مبارزه کنم براش، شیوه مبارزه رو فکر کردم. خیلی جالب بود امروز یه دفعه ناصر که اومد گفتیم، گفتم 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد باشه خیلی چیکار کنی؟ این گفت بابای من 90 و خورده سالش هنوز خیلی حریصه. گفتم تو فکر کردی پولشون سنش بره بالا حریصی نمیره؟ گفتم تو نه به بابات فکر کن، نه به برادرت فکر کن، به خودت فکر کن. اگر دیدی همین کوله پشتو بردار همه چی را.
گفت من میخوام برم همه چیز رو بدم بگم، مگه نمیگه که وکالت و فلان اینا علکی منو اینجوری. گفتم منم یه دونه باقی داشتم، یه باقی بابای من به اسم من کرده بود، ازش یه هندونه فقط به من رسیده. گفتم این چی؟ گفت یه هندونه باقی توه. یه بارم رفته بودیم یه باغ فلان، چه روور ماها با یه همچین چیزای گول خوردیم سالها. خب میخوام اینو بگم که من با خودم بحث حسادت ها، ناصرم اومده بود گفت با برادرم فلان و اینو، این چیزم بده به خودت فکر کن. گفتم یه دونه کوله پشتی بردار پاشو بیا برو زندگی کن 2 ساعت. گفت من الان خوشبختتر از اون هستم. گفتم تو هر چی هم بهش به چه اون با مریضی، داروهاتو نخوردی، مانیک دپرسیوی فلانی. گفتم من و تو رو مگه دوتاییمون رو نبردم بیمارستان ناصر؟ همین پدر مادرای ما بودن. تو بخوای خلافشون حرف بزنی همچین چیزی رو بهت میگن. روانی هستی، قرصاتو نخوردی، فلان نکردی، عطاشون رو به لقاشون ببخش، رهاشون. 2 سال پیش اومده بود از من مشاوره خواسته بود، گفتم به 100 میلیون بگو برادر مگه تو چیز نیستی؟ این 1.5 میلیارد نیست، بیا 100 میلیون میدم. برگشت گفت 100 میلیون 1.5 میلیون. گفتم حالا که 100 میلیون هم نرسید پس فهمیدی؟ ماها همه چی رو داریم ولی تو هپروت بهشت رو داریم، نمیدونم از جهنم میترسیم. سالها از جهنم میترسیم، مثلا نمیدونم جهنم چیه. سالها نمیدونم فرض کنید این به من این خواهد رسید، این من اینجا ثروت دارم، من نمیدونم مثل بابای من که اصلا ما میدرسیم تو قزوین چقدر زمین داره، تو تبریز چقدر زمین، تو سمنان. اصلا سمنان من نرفتم، تو سمنان همیشه دنبال بدبختی های اون چیزایی بود که تو زندگی واقعیش هیچی نبود. من میخوام اینو بگم، وقتی تو با این مکانیسم حسادت وحلی اول بیان میکنی، بعد فیدبک ها رو میبینی، بعد میشینی عقل خودتو میذاری، عقل اجتماعی رو بذارا، شعور اجتماعی، وکیل فلان فلان. من تا حالا وکیل نخواستم بگیرم تو زندگی سهر. شاید برای من یه باری که اون بودم خواهرم اینا وکیل گرفتن اون اوایل، من بعدها که خودم یه زمین بودن وکیل نمیگیری؟ گفتم نه، وکیل بخوام بگیرم حرفای منو بیاد درست کنه بپیچونه که مثلا من حقم، اگه من حقم حقم دیگه، اگه حق نیست پس من میتونم خودم حرفمو بزنم، چه وکیل بیاد حرف منو بزنه. خب تو ولی میری سراغ وکیل که بپیچونه تو رو با تمام مناسبات اجتماعی و قوانین و این چیزهایی که داره و اینها به تو یه سری چیزهایی رو بگه که تو بتونی. این تو دنیای من نیست، نمیخواد بپیچونه، مال شماست، مال شما. خب بعد میای تو مرحله تو که بیان کردی، مرحله دوم میگی خب برطرف کردن این مسئله، برای برطرف کردن شعور خودت، شعور اجتماعی، تحقیق، یه ذره به خود زمان میدی و بعد مرحله سوم عمله. عمل تو هم اینجا بر مبنای قدرت تجرید و شعور و تعقلی که تو این رابطه انجام دادی تفاوت تو رو با دیگران نشون خواهد داد. اونجا خواهی دید که واو انتقام چه حس قشنگی است. به یکی از ویژگی ها و اسامی خدا که تو عرفا گفتن، حالا من کم کم رازهای مگو رو یکی خواهم، چه منتقمه؟ چرا حتی کس دیگر رو نمیپذیره؟ چرا شریک نداره؟ لم یلد و لم یولده، از همه حسودتر اونه، حتی کس دیگر رو نمیپذیره در کنار. حالا الان نمیخوام وارد اون مباحث بشم، اونو گذاشتم یه جای دیگه. اونجاست که متوجه میشی که چقدر این حسا آلارمای بسیار بسیار خوبی است. حالا برو سوالات بچه بریم زوبان نگاه کنم. چی؟
سوپاپی گرفته بود و بیسکویت. من خیلی خوشم اومد از این تایم. آره منم خیلی، اصلا مباحثی که من اصلا تو اینجا انجام میدم بعضی وقتا فکر میکنم میگم اصلا هیچ کس هم نباشه، من بیام اینجا برای خودم حرف بزنم. جالبم اینجاست هر وقت میام اینجا یه غروبی یه چیزی وارد یه فضایی میشم، حرفایی از دلم جاری میشه، مسائلی پیش میاد، خیلی قشنگم با این چون این استوریا سهر من بارها گفتم این هایلایت هایی که هست، این 30 ثانیه‌ای ها، اینایی که فکر میکنین 30 ثانیه این های استوریا رو گفته، شما فقط یک از بین این 300-400 تا استوری که من گذاشتم یکیش رو قبول کنید و برید جلو و ببینید چقدر تو زندگی. حالا اون استوری هایی که من توش یه سری حرفای دیگه هستش که مشتریاش خیلی خیلی کم هستن، اونا بمونه، ولی تمام این استوری های من، این 30 ثانیه ها، سال ها، اصاره سال ها تجربه من رو آوردم توی 30 ثانیه مطرحش کرد. درسته. حالا من سوالی که بچه ها هستن میارم حالا میگه که زیبا حسادتی که ختم به دشمنی میشه رو چطوری مهار کنیم؟ فکر کنم توی صحبت ها آره. گفتین. حالا ببین اصلا اولا که دشمنی که من، هیچ کسی دشمن فیکس شما نیست، اینا رو ول کنید. که این من یه استوری تو این رابطه دارم که حالا خواستی بعدها باز دوباره، دشمن شما بالقوه دوست شما، دوست شما بالقوه دشمن شماست. ما حتی خودمون یه موقعی از خودمون ضد خودمون میشیم، اه چقدر بدم اومده از خودم، چقدر نمیخوام ببینم خودم، نفرت پیدا میکنم با خودم، حتی دشمن خودم میشه. این مسئله تو وجود ما هست. حسادتی که ختم به دشمنی میشه چجوری؟ اصلا بحث این که مثلا این اول موردی باید بیاد فرد بگه من الان مثلا در رابطه با خواهر شوهرم، مثلا خواهر شوهرم یه حس خاصی دارم، مثلا وقتی که میاد باز شوهر من صحبت میکنه من به هم میریزم و دشمن خواهر شوهرم میشم. این یه مورد دیگه. خب چجوری رو مهار کنیم؟ چجوری مهار کنیم؟ باید این شرایط رو بیای بشینی قشن بهش رویاست دیگه، نه رویا علی نجا علی نجی نمیدونم چی چی، خب علی ناجی علی نای علی، آره خب حالا هرچی علی شو دیدیم تا نج. خب به هر حال رویا ببین وهله اول همینطور که این لایو رو گفتم حسادتت رو بپذیر. خب بعدش هم بدون اینو باور داشته باش که قدرت در توست و تو میتونی دنیا رو تغییر بدی و محیط اطرافت رو تغییر بدی. آدمی که به شدت ازش متنفری میتونی همین آدم رو تبدیل کنی به کسی که عاشقش بشی. پس راه این چیه؟ برمیگرده به تو، به خودت، به خودتو برمیگرده. کلیداش کجاست؟ همین کتاب زینب که من یه جا نوشته بودم که من از مادر مورد مادر بزرگم که ازش نفرت خیلی شدیدی داشتم، اینقدر نفرت داشتم که من اذیت میکرد این نفرت از مادر بزرگم، میگفتم بمیره من این مادر بزرگم هم نشون میدم. ها داری؟ آره من بکنم رنگی میناش داره پیداش کرد. بیا ببینی اینجا این مادر بزرگی که بعد دیگه اصلا عاشق من میشه. خب من انقدر از این متنفر بودم که تنفر من خودم اذیت میکرد. بعضی وقتا دیدید که خودتون یه موقعی مثلا من عصبانی میشم، یه موقع
یه بوی خیلی بدی از من یه دفعه میاد، وقتی یه دفعه چیز، بعد همون لحظه احساس میکنم که با یه چیزی تو وجود من، تو روان من انگار خارج شد. بعد یه دفعه میگم نمیتونم خودم رو تحمل کنم، نمیتونم خودم رو تحمل کنم، باید برم مثلا دوش بگیرم. خب یعنی میخوام بگم اون حالت من، اون چیز من، بادی لنگویج من با من حرف میزنه و بعد میگه خب یه چیز این چنینی از تو خارج شد، حالا خودت رو میتونی مثلا، میرم میشورم یه ذره وای مثلا زیر دوش، بعد مثلا یه کم، بعد میبینم که چقدر حالت خوبیه. هم اون ترکیدن اون خشمی که در من بود، اون بروزش، و هم این بو خیلی خوب بود، و همین یه آلارم بود، و همون شستشو، و هم همون چیز این مراحل. حالا میخوام بگم نفرت هم بعضی وقتا یه موقعی شما رو طوری میکنه که خودتون از اون حس خودتون آزار میبینید. من حالا یه همچین حالتی داشتم، بعد گفتم من باید اینو حلش کنم، چرا من دارم اینو باید حلش بکنم. بعدم با دوستم که روان با هم دیگه توی کار تحقیق همین کارهای روان در روانکاوی و اینجور چیزا کار تحقیقاتی میکردیم، بعد گفتش که خب با مورد نفرتت آشنا شو، برو برو با خود مادر بزرگت بشین پای صحبتش. گفتم اینه چه جالب، که بعد تو اینجا نوشتم دیگه، سمیرا خونده این لایو. بعد گفتم که زنگ زدم، حالا خیلی هم بدم میاد ولی به مادر بزرگم گفتم که حالا کتاش با تخمه خیلی خوب بود، یه قابلمه اینجور آلومینیومی، خیلی غذاش ساده بود، خیلی ساده. این کت گفت بودم از اون کته ها درست میکنی با تخم مرغ روش، من بیام این رو میخوام بیام امروز پیشت. رفتم یه خونه کوچولوی هم داشت، گفتم میخوام با تو مثلا داستانایی با این مادر بزرگم پیش اومد، پیش اومد این حرف رو زد 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 زد، یک ارتباط ایجاد شد و من بعد یه دفعه دیدم که چقدر اینو دارم حسش میکنم. در واقع نفرت شما یه آلارم خیلی خوبی بود برای گذر و رسیدن به عشق. عشق و نفرت دو روی یه سکه، محو این غروبه میشم قشنگ. البته خیلی هم قشنگ حالت صحبت کردنم قشنگ میکنم، ولی خوب میخوام به شما هم نگاه کنم. بعد اینه که اول به خودت بگو که من میتونم، میتونم این رو تغییر بدم در راستای سازندگی. از حسادت تشکر کن، از وجوده بیان کن، بعد به موردی که در رابطه باهاش حسادت میکنی فکر بکن، بشین و از کسی در این رابطه مشاوره بگیر که خب ما چی کار بکنیم که همین فرد رو، همین مسئله رو به یک مسیح، به یک جایی برسونیم که من الان خواهر شوهرم واقعا بهترین لذت رو با هم ببریم. همین کار رو من در رابطه با همه مردایی که منو با زناشون آشنا میکنم، میشه من بهشون میگفتم منو با زناتون آشنا کنیم. اول که میرفتم اینجوری نگاه میکردم، فکر میکردن یه رقیب اومده، مثلا 6 تا بچه داره، من بچه ندارم، بعد من جوونم، من نمیدونم فلانم، من سرحالم، من نمیدونم خوش صحبتم، من خوش تیپم، حالا هر چیزی که بوده. بعد با اون نرمای چیز، بعد از یه مقطعی که یه دفعه میدید که من چقدر دوستش دارم، من رقیبش نیستم، من رقیبش نیستم، این امنیت احساس میکرد. آه به جایی میرسید همشون بعدن همشون آده اینجوری بودن که بعد اونجوری بود که مرده حسادت میکرد به رابطه ما، گفت شما چکار نمیدونم، شما چرا اینقدر صمیمی شده، گفت خب تو هم بیا با سنت، تو هم بیا با ما. آره زن آقای عربی میگفت به زینبی حرف بزنی با من طرف. خانم آقای داوودیان بعدا گفته بود که اصلا خیلی مثلا اینجور، پس من میتونم تغییر بدم، همون کسی که منو دشمن خودش میدی. چه شد؟ این کلید رو پیدا کن. سوال بعد درم 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 دام دام دام. اگه سوالی هم نیست دیگه میتونیم هم چیز کنیم.
سوالی چیز نیست. الان ببین یکی نوشته چرت و چی گفت؟ پرت، ایران این رفتارا رو نمیپسند. ایران شناس، جامعه شناس نظر داد. ایران مثلا، ایران آخه بابا، آخه کی هستی که تو به خودت نظر، ببین که خودت تو میتونی در مورد خودت نظر بدی که میای در مورد 80 میلیون در مورد یک جامعه، تازه جامعه شناس پروفسور کوفت زهر مار درد توجیه میکنی بی عملی های خودت رو؟ برو عکس صدو درست کن، هویت تو درست کن، موقعیت تو درست کن. ایران نمیپسنده، خودت نمیپسندی، از خودت حرف بزن. ایران ببرش بره بالا. من ندیدم آره من دیدمش، همون بردمش بالا، برش کن الان. ببین به من، ببین من حتی ایناری که بهت میگم بدون ایران نمیپره، خودت باید شروع کنی زجر. باید من یه دونه دوتا چیز کنم الان، بیسکویت ها رو خورده بیسکویت ها رو خورد میکنم آخه. آره بیا اون بر نشستی، مثل که حرف ما در مورد آلمانه اون بر نشسته. زر نزن بابا، گم شو لفت بده از اینجا. خب بره کنار، بل کن سوپاپا کوبه من جایی نمیارم توی چه سوپاپه من جالی وقتی میگم کسا پیستونه دیگه، پیستون ها یه چیز هم که اینجوری فوی هم میاد یه دفعه اینجوری میره. ولی مواظب باشم این بیسکویت ها رو دوست دارم خود کشم میره میره. خب سوال اینجا که سوالشون چیزه بسته دیگه تو سو بابا یکی نمیشه جانم خورد نرزاده مرسی زیبا خشه میشه، خیلی خوشم میاد از خشم. ولی باید مواظب باشه، مواظب بیسکویت هم باشه. ببین سمر خشم یه استوری دیگه دارم که خشم خودتون نشون بدید. ببین چقدر مهمه که شما در همین خشمایی که نشون میدید تعقل شما همیشه باهاتون باشه. عصبانی بودن نفهمیدم، گوه خورده پس عصبانی شدید نفهمیدی، مست بودم نفهمیدم غلط کردی مشروب خوردی پروتی میشی خود. بفهم با پیامات حرکتات داشته باش دیگه. پس عصبانیت و تمام این چیزها، همین ای احساسایی که ما داریم میتونه، باید چه گریف، گریف میشه آلمانی دستگیره، دستگیرشون رو داشته باشی تو، اینکه دستگیری تمام این احساسات رو داشته باشی، دستگیری. حتی یه فوشی میدی فردا بگی بله من یه فوش رو دادم و ازش هم دفاع میکنم، خیلی هم به جا دادم، خوشم هم میاد، خوشحالم هم. نفهمیدم در دهنم باز شد و چه 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 فلان چه شد دیگه، یه چیزایی اومده که خودت هم مغزت کار نمیکن خوبی، زنجیر یه سر دستگیره یکم که تعقل ما باید با تمام اون احساسات ما فرمان احساس ول کن دیگه. پس بذار در حواسم پرت شد فرمونه رفت اینجوری دیلیده دیلی خوردی به به دیوار و درخت اینو پس گوته مارگه گوت مارنه توی بیمارستان پس بگیری دیگه پیامداشو. اینه که فرمون این احساسات رو تمام این احساسات، احساسات شادی، احساسات حتی فکر نکن احساساتی که به اصطلاح مثبت هستن همیشه مثبتن. طرف چقدر به همه کمک میکنه دیدید کمک نه اینقدر سخاوت داره، خیلی وقتا همون احساسی که به نظر مثبته در جایگاه غلطش وقتا میبینی یه عده کسایی با احترام گذاشتن بهت حال تو به هم میزنن، یعنی احساس میکنی داره به خواهد با حرفش احترام میذاره
به سنت احترام گذاشتم، زنی آخه. آه اینجوری بهت بگم دیگه، یه بار همین شد که از بیمارستان داشتم منو اخراج میکردن دیگه، دکتره برگشت گفت اگه زن نبودی میدونستم چی کار کنم. منم گفتم زن نبودم شطرخ دستم رو برداشتم کوبوندم سر رئیس بیمارستان، گفتم زن نبودی اینجوری بذار یه زن رو ببینه دیگه. اوه وای، ما رو کمیته این اومد، کمیته انضباطی او تا ساعت 3 نصف شب موند، ولی چه چکی بود. حالا معدم دکتوره از منم خوشش اومده بود، اینجوری خوشش اومده یه چک خوب. آقا خیلی جداشم گفت چیه، گفتم زن نبودی، مثلا میخواست احترام بذاره. بابا سیکتیر بابا، نمیدونم سنت، لاش من سنم، احترام نذار، احترام نذار. چرا احترام نمیذاریم؟ پس ببر سنت فلان نمیدونم به چی جایی به مادر کلی کلا سر ما با این گذاشتن، سر این که آخه مادر بدبخت، مادرای مادرها رو بدبختشون کردن. مادری مادر 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 کوفت مادر مادری آخه بشین یه دره چهار قدم سرش میکنه، برو نمیتونی راست بزنی، نمیتونی بری نمیدونم چی پای بگیری، نمیتونی بری با دوست پسر بگیری، نمیتونی فلان کن. مادری آخه مادری، مثلا احترام برو بابا، هری هری این احتراما به درد عمتون میخوره. بس دیگه بریم. من چیه چیه سوال اینم آوردی زیبا جان، چطور میشه حس حسودی نکرد به مردی که دوستش داری؟ چجوری میشه؟ ببین اصلا اولا که مرد به مرد که حسودی نمی کنی، به کسی که به مردی که به مرد تو نظر داره یا مثلا احساس میکنی که ممکنه. ما اینو توضیح دادم دیگه، تازه اومدی برو لایو رو میکنم من این مورد رو خیلی مسازم. آره توی چیز هست دیگه، چقدر چیز یکی گودی چرت میگه، چرت میگم که تو هستم بله میکنی منو، اگه چرت نمیگفتم چی کار میکردی؟ حتما پام هم میبوسیدی به پام برد یا بای بای سر نوشتی عاشقتم مرسی خوش گذاشت. این زره زرهایی که میام میزنم اینا هم فهم میکنم که خوبه پشه نباشه اینجا مزه یه سری چیزا رو نمیدید، میگه عالی بود. مرسی بچه ها مرسی، ولی از یه دفعه اومدم نه گوشباره این نه فلانی نه چیزی، رفتم اومدم من یه پیامم پین کنم اگه دوست داری به اینم چیز بکن. میگه که زیبا جان ما شما رو دوست داریم، این سحر بی حس و حال منفی رو نیار تو رو خدا بالا، خیلی انرژی منفی. بچه ها بذار من بگم، بچه ها همین سحر بی حس و خب یه چیزی من خیلی ببین آره.